سلام علیکم وقتتون بخیر آقای موحد علیک سلام شب و روزتون بخیر آقای محمد آقای موحد عزیز چند تا نکته فرمودید ابتداعا فرمودید که رهبر ایران در موردی نظر میده در مورد واکسن کرونا که متخصص نیست بله. سوال این هست که آیا کسی که شما بزرگوار که مثلا داری از واکسن فایزر یا مدرنا طرفداری میکنی آیا علم پزشکی و واکسن خوندید یا نه به هیچ عنوان نیاز از نیست شما مفرد. از نظر من تبعیت بکنید مطمئنا اصلا شما بخواید نه. از نظر من تبعیت بکنید میگم نکن آقا برو از دکتر بپرس اگر بخواد از نظر من تبعیت بکنی من حرف میزنم برای 80 میلیون ایرانی تصمیم نمیگیرم که واکسن بیاد یا نیاد ولی اون دهنشو رو باز میکنه برای 70 80 میلیون ایرانی تصمیم گیری میکنه که این اتفاق بیفته یا نیفته من دارم در نقد میکنم حرفای ایشون رو میگم ایشون میگه در آمریکا همچنان کشته وجود داره پس اینا واکسنشون کار نمیکنه من میگم از نظر علمی پزشکان میگن این حرف مسخره است مثل اینه که بگیم ادول مثلا شرکت فایزر تولید کرده سردرد مردم پس چرا وجود داره توی امریکا انقدر خنده داره و تازه تمام مردم واکسن در دسترس ندارن نکته سوم اصلا حرف من واجبال الاطاعه که هیچی فقط میتونید بشنوید با عقلتون بررسی کنید و قبول میکنید قبول قبول نمی کنید قبول نکنید تلویزیون رو اصلا خاموش کنید بزنید یه کانال دیگه نگاه کنید من برای کسی تصمیم گیری نمی کنم پس خوب دارید میفهمید ایشون تخصص نداره منم تخصص ندارم من حق ندارم در مورد موضوعی که تخصص ندارم صحبت کنم ایشون هم حق نداره بفهمید خب خدا خیرتون بده پس خودتون قبول کردید قضیه اول رو به تفاهم رسیدیم که شما که در متخصص ندارید نباید حرف بزنید نه اصلا به تفاهم نرسیدیم شما اصلا نمیفهمید حرف تو گوشتون نمیره متوجه نمیشید من دارم به فارسی سلیس با شما صحبت میکنم به زبونی که مادری ما با این صحبت میکردیم 80 میلیون رو درکش میکنم میفهمم شما درکش نمیکنید نمیتونید درکش کنید فکر میکنم بینندگان درک کردن فهمیدن بریم موضوع بعدی اهانه کردید ولی من جواب نمیدم الو بفرمایید آقای عزیز فرمودید مورد بعدی که رهبری توهم توطئه دارن من از شما که نه شما نمیپرسم شما بزرگوار از مردم میپرسم آیا کشوری مثل فرانسه که فراوردههای آلوده خونی رو بناف... بیماران هموفیلی ما اومدن ایدز گرفتن کشوری که علنا ما رو تحریم میکنه علنا اعلان دشمنی میکنه علنا اعلان اتحاد با دشمنهای ما میکنه یک درصد آیا احتمال نداره که بیاد اینجا شیطنت بکنه سابقش رو هم داره اصلا بمباتو استفاده کرده چه رسد به اینکه مثلا بخواد در واکسن کار کنه بکنه آیا هیچ احتمال اوقلایی وجود نداره که این آمریکا بخواد اینجا هم شیطنت بکنه احتمال بلی و بلی و بلی. بلی از... رو احتمال رو متخصصین درمانی میدن احتمال اقلاییش رو متخصصین در این حوزه میان بیان میکنن متوجه اید؟ اگر که یک کشور مسئولین متخصص یک کشور بیان تصمیم بگیرن بگن ما فل با فلان کشور مشکل داریم و قبلا برای ما فلان چیز رو صادر کردن فلان ضربه رو به کشور رو ما از نظر مثلا بیولوژیک زدن ما به این کشور اعتماد نمی کنیم من نمیخوام بحث کنم سر این قضیه موضوع ما این هست که چون آقای خامنه ای خودش را ادامه امامت میداند ولایت فقیه را ادامه امامت میداند به خود این اجازه را میدهد که تصمیم گیری بکنه تو مسائلی که متخصصش نیست همینجا هم داره میگه میگه من به مسئولین گفتم به شما هم میگم به مسئولین کی گفته به مسئولین حوزه بهداشت سلامت گفته به متخصصین پزشکی گفته به کسانی که بهتر از شما و بهتر از ایشون و بهتر از من میفهمن که نمیدونم خون از فلانجا صادر شده یا صادر نشده یا توهم توت است یا دروغ یا شایع است متوجه مسئله ما اینه تمام دنیا تمام مسلمون های دنیا دارن از شرکت های معتبری که تأییدیه سازمان بهداشت جهانی گرفتن و واکسن تولید کردن واکسن صادر میکنن یک نفر وجود داره توی این دنیا خودشون نماینده ولی فقیه خود ولی فقیه اسمش خودشون نماینده امام غیب شده میدونه که اونم نماینده خداست بر روی زمین اون میتونه برای تمام مملکت خودش تنها تصمیم گیری کنه بفرمایید آی فرمودید که این مسئله مسئله علمی هم. اولا مسئله علمی هست وزیر ما یک متخصص هست ایشون هم تایید کرد نظر حضرت آقا رو ما تایید, تایید نکردن نظر ایشون سمعا و تاعتا نه نه ایشون سمعا و تاعتا نه کن این که بگی نگاه کن گوش کن اگر این آقا میگفت که وزیر بهداشت گفتن که یا وزارت بهداشت یا مسئولین امر یا هر کسی دیگه گفتن که این اتفاق باید بیفته من که مثل قضیه آبان که یادتون چقدر کشتن گفت من تخصصی ندارم ولی اگر مسئولین گفتن حمایت میکنم این میشد از این میشد ایشون نماینده خدا نمیشد دیگه که بخواد تنها حرف بزنه میگه این گوش کنید میگه اینجا خودتون گوش کنید تص... اینو یه بار دیگه بخش میکنم براتون ممنوعه اینو من به مسئولین هم گفتم الانم به طور عموم میگم اینو من به مسئولین گفتم بهطور به طور عموم میگم مسئولین که یعنی چی مثل... مثل, نمکی خب نمکی کیه؟ نمکی معتقده به ولایت فقیه ای هناس. اینها اینها این شخص رو نماینده خدا میدونن بر روی زمین نمیتوانند اینشون واجب الاطاعه هست نزد اینها اینها این رو نماینده نماینده خدا بر روی زمین میدونن نمیتوانند اصلا ازش تبعیت نکنن باید اطاعت کنن وگر انگار از خدا اطاعت نکردن بیارم براتون دلیلش رو بیارم براتون اقوالش رو که اینها این رو نماینده خدا و واجب الاطاعه و میدونن